شهرهای مختلف پاکستان شاهد برگزاری مراسم شبهای قدر و عزاداری شیعیان در شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام بودند. شیعیان در شهرهای اسلام آباد، کراچی، لاهور، پیشاور، راولپندی، اسکردو، کویته، ملتان، حیدرآباد و بسیاری دیگر از شهرها و مناطق پاکستان با حضور در حسینیه ها و اماکن مذهبی یا در دسته های عزاداری در خیابان ها در سوگ شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر سر و سینه زدند و اشک ماتم ریختند. مراسم تشییع نمادین پیکر حضرت علی علیه السلام نیز یکی از ویژه برنامه های عزاداری در یوم علی علیه السلام در پاکستان بود که در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد. بسیاری از شبکه های تلویزیونی از جمله شبکه های خبری پاکستان نیز به پخش برنامه های ویژه در این ایام پرداختند. برگزاری مراسم های عزاداری با حضور علما و گفتگو درباره فضایل و ویژگی های حضرت علی علیه السلام، تهیه برنامه هایی با موضوعات مذهبی و حضور مداحان و قوالی خوان ها در استودیوهای تلویزیونی و اجرای برنامه های مداحی و مرثیه سرایی در سوگ امیرالمؤمنین علیه السلام بخش عمده برنامه های شبکه های تلویزیونی پاکستان را در دو روز گذشته تشکیل دادند. به گفته پلیس ایالت سند پاکستان، بیش از 5500 افسر پلیس و نیروی وظیفه تامین امنیت این مراسم را در کلان شهر کراچی بر عهده داشت. در شهر لاهور نیز بیش از 4000 نیروی پلیس و وظیفه تامین امنیت این مراسم ویژه مذهبی را عهده‌دار بودند. بسیاری از رسانه‌های نوشتاری و سایت‌های اینترنتی پاکستان نیز اخبار و گزارش‌هایی درباره انواع عزاداری‌های مرسوم در پاکستان در ایام شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام را منتشر کردند. شایان ذکر است که به گفته آیت الله العظمی شیخ بشیر النجفی از مراجع تقلید شیعه، در حدود نیمی از جمعیت 207 میلیون نفری پاکستان را شیعیان تشکیل می‌دهند.